صدرزاده، شما همیشه با ما در زمینه‌های مختلف مربوط به خاورمیانه صحبت کردید، اوضاع اونجا رو زیر نظر دارید. هیچگاه خطر جنگ و خطر اینکه منطقه درگیر تنشی گسترده بشه تا این اندازه جدی بوده؟ فکر نمی کنم. واقعا خیلی خطرناکه. بعضی موقع آدم از خودش میپرسه نکنه که افراد، رهبران کشورها خودشون قربانی تبلیغات خودشون باشن. اون چی که امروز ما در ایران، در تهران به خصوص دیدیم و اینکه صدای انتقام از همه جا میمد، که حتما باید انتقام گرفت و تقریبا تبدیل شده به استراتژی جمهوری اسلامی انتقام، و اون چیزی که از آقای پومپئو شنیدیم و اخباری که از رفتن سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه ایران شنیدیم، گویا در سه بار رفته بعد از قتل کشته شدن سلیمانی، در بار دوم گویا آمریکایی‌ها گفتن که ما نه تنها حمله خواهیم کرد اگر شما جواب بدید، بلکه به اونهایی حمله خواهیم کرد که به سلیمانی دستور میدن. بعد از اون بود که جمهوری اسلامی گفتش که این گفتار آمریکا گستاخانه بوده، و این نشان میده که آمریکا ساکت نمیخواد بشینه و آمریکا گفته که من پاسخ میدم اگر شما انتقام بگیرید از من. آقای صدرزاده، بارها در خاورمیانه جنگ رخ داده، هر باری که جنگ رخ داده ضایعات بسیار عظیمی برای منطقه داشته و بعد از یک مدت هم سیاستمدارها از این جنگ پشیمان بودن، حتی در آمریکا. چرا از گذشته درس گرفته نمیشه؟ متاسفانه هیچ که از گذشته درس نمیگیره، مگر آقای ترامپ از گذشته درس میگیره، حتی از گذشته خودش درس نمیگیره، مگر ایران، رهبران ایران از گذشته درس میگیره. این ظاهرا خاصیت سیاسته که باید تکرار بشه. متاسفانه اگر درس میگرفتن که این به اصطلاح مسائل دوباره و دوباره و دوباره تکرار نمیشد و جنگ های متفاوت اتفاق نمیافتاد. ولی برگردم به پاسخ سوال اول شما، خطر جنگ در خاورمیانه هیچ وقت به اندازه امروز نبوده. من وقتی که رد و بدل های به اصطلاح پیام هایی که بین ایران و آمریکا رد و بدل میشه، مرا به دوران کوتاه قبل از صدام حسین به یاد میاره. در دوران قبل از صدام حسین، سه هفته و چهار هفته قبل از صدام حسین، چنین پیام هایی با چنین زبان های به اصطلاح روشن و توهین و توهین آمیز و فلان رد و بدل میشد. و اینکه ایران گفته هیچ گونه به اصطلاح میانجیگری رو در این چند روز اخیر نپذیرفته، نه از عمان، نه از قطر، نه از کویت، از هیچ جا نپذیرفته، یعنی درهای دیپلماتیک کاملا بسته شده، و اون که خیابونهای تهران داد میزنن انتقامه، و این تبدیل میشه و این فشار روانی سیاسی برای شخص آقای خامنه‌ای تولید میکنه که آیا نباید انتقام بگیره، و اگر بخواد انتقام بگیره پاسخ آمریکا اونجوری که گفتن خیلی شدید خواهد بود، مگر اینکه یک به اصطلاح برخورد نمادین باشه. خورد نمادین بی اهمیت هم فکر نمی‌کنم کسی رو راضی بکنه. به هر حال ما در یه تنگنای عجیب تاریخی قرار گرفتیم که نمیدونیم از این تنگنا چگونه بیرون بیایم. مثل اینکه به اصطلاح عدم عقلانیت حاکمه هم در ایران و هم در آمریکا، میشه به طور مشخص که اونجا که آقای ترامپ صحبت از حمله به مراکز فرهنگی ایران میکنه، اینم یه عدم عقلانیتی هست. یعنی ما با عدم عقلانیت هایی روبرو هستیم که اینها می توانند درست به جنگ بیانجامند، و این ترسی است که امروز خاورمیانه رو گرفته. آقای صدرزاده، رئیس جمهوری های قبلی آمریکا هم میتونستن جنگ رو علیه ایران شروع بکنن، ولی نگرانی اصلی این بود که این جنگ جنگی کوتاه نخواهد بود، محدود نخواهد بود و بسیار متفاوت از جنگ عراق و افغانستان و سوریه. در این مورد چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم درس های آمریکا گرفته از جنگ های گذشته که دیگه نیروی زمینی به جایی نمیفرسته. یعنی آخرین باری که فرستاده همین عراق و افغانستان هست. اونها هم داره کم 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 میکنه این نیروها. کم کردن این نیروهای زمینی دال برای نیست که آمریکا دست به جنگ نمیزنه. آمریکا امکانات
جنگی دیگری داره. این تجربه جنگ سایبری هست که میتونه تمام تأسیسات یک کشور رو به اصطلاح فلج کنه، تأسیسات برقی، تأسیسات به اصطلاح ترانسپورت و غیره رو، و جنگ هوایی که به هر حال امکانات به اصطلاح حمله های هوایی بسیار شدید داره. اینه که فکر میکنه که با حمله های این که گفته ما 52 نقطه رو میزنیم، یعنی ما با سرباز وارد ایران نمیشیم، ما زیر ساخت ها رو میزنیم، و فکر میکنم این امکان نظامی رو هم آمریکا داره. این درسی است که آمریکایی ها از گذشته گرفتن که برخلاف ویتنام، برخلاف عراق، برخلاف افغانستان دیگر نباید با نیروهای زمینی وارد شد. در ایران، در سوریه هم آنچنان با نیروهای زمینی وارد نشدن، تعداد کم، اونها هم نیروهای متخصصن که وارد میشن، نه ارتش و سرباز معمولی. و نگرانی از همین جاست که به هر حال در اثر انتقامی که امروز فریادش در خیابان‌های تهران برقرار میشه، ما یک بار با یک حمله هوایی وسیعی روبرو بشیم که تمام زیرساخت‌های ایران رو از بین ببره، و بعدش معلوم نیست که به اصطلاح اصلا کشوری به نام ایران باقی بمونه. به همین علت هست که آقای خامنه‌ای حتی اگر به قدرت خودش به اصطلاح علاقه داره، باید بدونه که چنین حمله ای قدرت اون رو هم از بین خواهد برد، و بنابراین بایستی برای حفظ قدرت هم که شده باشه از آغاز جنگ خودداری بکنه. ولی امروز در تهران و امروز در پی این تشییع جنازه ما صدای جنگ از ایران شنیدیم. آقای سعدزاده، این تشییع جنازه و این حضور گسترده‌ای که سازماندهی شده بود، آیا بر روی افکار عمومی جهانی ممکن اثر بگذاره؟ ما بسیاری از نام‌آوران عرصه هنر و سینما رو مثلا در آمریکا دیدیم که اظهار نظر کردن در این زمینه، و یکی از اونها هم حضور بسیار گسترده مردم در اهواز رو منتشر کرده و به شکلی پرسیده که واقعا آیا دونالد ترامپ میدونسته که چه کار کرده؟ واقعیت این است که ایران یک به اصطلاح استادی داشته، جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته، در بسیج خیابان و بتونه نمایش بده که قدرت من قدرت مردمه. امروز هم موفق شد. یعنی من تمام روزنامه های عربی و آلمانی و انگلیسی رو که نگاه میکردم، بعضیشون صحبت از میلیون ها انسان میکنن که در خیابون هستن، و این کار برای این بوده که جمهوری اسلامی به ترامپ حالی بکنه. اون کسی رو که شما زدید نه ابوبکر بغدادی بوده، نه اسامه بن لادن بوده، اون ارتشی بوده که حالا به هر دلیلی مورد علاقه عده وسیعی از ایرانی است. حالا اصلا این بحث هم راه به جایی نمیبره که من و شما با هم دیگه صحبت بکنیم که چند درصد این آدم ها به خاطر وطن دوستی آقای سلیمانی اونجا بودن، یا اینکه به تصور این، حالا تصور غلط یا درست هم به جای خودش، که آقای سلیمانی از تمامیت ارضی ایران دفاع میکرده، بنابراین ما باید بریم خیابون شبیه آقای دولت آبادی و همون هنرپیشه ها و کسانی که در ایران ابراز علاقه کردن، یا اصلاح طلبان در ایران، یا اینکه واقعا طرفداران ولایت فقیه هستند، ولایت فقیه 100% هستند که خیابون هستن. این بحث به جایی نمیبره، ولی جمهوری اسلامی موفق شد با ارائه یک تصویر به اصطلاح ملی از قاسم سلیمانی چنین ادعی رو بسیج کنه به خیابون ها، و به جهان هم بگه که این آدمی رو شما کشتن، نه این اسامه بن لادن بود و نه ابوبکر بغدادی. ولی متاسفانه در دنیایی داریم ما زندگی میکنیم که با این سوشال میدیا اینا میگذره، اینا به فراموشی سپرده میشه، چیزهای دیگه میاد که مطرحه. یعنی چندان هم نباید تسلیم این تصاویری که خودمون ایجاد میکنیم بشیم، باید به فردای پس از این تصاویر هم توجه کرد، که فردای از پس از این تصاویر اگر این کلمات انتقامی که ما امروز در خیابانهای تهران شنیدیم واقعا بخواد به سیاست نظامی تبدیل بشه، معنی به جز جنگ نداره. ممنونم از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب از آلمان.